خدافظ. 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 کامیزافه میش نکار کن. تلفن رو بودم شد. شما هر روز صبح به من زنگ بزن. تهران الان ساعت 3:30. هر روز تو سر ساعت 12 اینجا به من زنگ بزن. 12 اینجا. آره من منتظرتم، یعنی خانم محتشم. باش. آره یادت نره ها، یعنی الان فردا سر ساعت 12 به من بزن. I say I come back to Tehran talking with your family about that this matter causing me for a treatment in the hospital, not maybe. New one, not bad idea. I think it's a this good idea. Good. Okay. Thank you. Good trip. Yeah, yeah. Good trip and we'll stay in touch. Okay. من میگم حرف منو تلفن شما اینا مجانی این بچه‌ها وقت خود توش خوش مثلا اینجا تو داری ولی با هم گست شما نداری تو با هنم هر روز صحبت بزن بری آقای خدافظ خدافظ I'm ready. خب به ما چی به ما چی نشون دادی که پخش کنیم؟ قولمون قول از روز اول دیگه چیزایی رو پخش نکنیم فردا ترکش داشته باشیم. یعنی یه صحنه گرفته دعواست تو کره است، میگم اونو پخش کنم فردا هم میگه هر جا دعوا داشتیم بریم فوتبالیستا رو ببریم. در مورد انتخاب این کم اگه صحبتی دارید ببینید، سال گذشته و سال قبلش خب تیم ملی ما به اصطلاح شرایط اردویی رو داشت و همین ایام. امسال هم تصمیم بر این بود، چون سال قبل آلمان بود، امسال هم تصمیم بر این بود که تیم بیاد خب بره یا آلمان یا اسپانیا یا انگلیس. بلتب گروه فنی ما رفت اینجا رو دید این سجا رو، تصمیم بر این گرفته شد که امسال بیان انگلستان. خوشحالم هستم که کمپ خیلی خوبیه، شرایط اردویی خوبی رو داره. هدف بازسازی فنی و روحی بازیکناست، به همین خاطر بازیهایی که برگزار میشه به عنوان بازیهای دوستانه آنچنان حساسیت خاص رو نداره و هدف کادر فنی اینه که بتونه تیم ما رو برای بازیهای رسمی خودش آماده بکنه. سال گذشته هم ما 3-4 تا بازی توی آلمان داشتیم که مهم نبود، امسال هم 3-4 تا بازی توی انگلستانه. اینه که امیدواریم که کادر فنی به اهداف خودش که هم بازسازی جسمانی هم با سازی روحیه برسه. بچه های لژیونر آخر چیز اردو اینجا نمیان، 8 نفری که خارج از کشور هستن انشاءالله میان تهران که بازی در مقابل عربستانو که توی مالزی داریم رو برگزار کنن و از اونجا به اتفاق برن برای بازی با شما. برهانی آرش اینجا اردوگاه اصلی تیم ملی انگلیس، ما هم اینجا رو خب با نظر کادر فنی گرفتیم، شرایط خوبی رو هم داشتیم. سبچه اضافه میشین جرمش چیه؟ تو هوای آب گام نهفته اینجا یه هم میبینین که بعد یه لحظه هوا بارونی میشه بوله های کوچکی رو دارم بردارین که فورا سرتون رو خوش کنین که مبادا که سرما بخوره. دکتر نصرتی چی شده؟ بازی قبلی مرده
هنگ بازی بعد همین دیدیم بعد همین نه بایی که همین بازی بفرد بفرد قطری بفرد قطری شوف 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 بالا خواب آشد تابی بالا خواب آشد سلامت باشی. راجعه اردو بگن که اینجا انتخاب خودشون رو بچه را اومده دلسه ویزه برای او کمپو کیزه شوسته رو توش رو انگلیس کنید می سمو دابلی دو دابلو پونو دو تویز انگلیس که او از ایما مسیحای نویت از ما اینجا انتخاب کردیم از اونجایی که شرایط بسیار خوب کاری هم به لحاظ زمین تمنی هم به لحاظ اسکان تمنی به ما ارائه شده بود و از طرف دیگه باید این رو در نظر داشت که برحال باشگاه های ما در داخل کشور تازه این دوستا دارن شروع میکنن و آغاز میکنن کار خودشون رو با تیماشو از طرف دیگه خب ما لژیونر نمیتونیم رفتار داشته باشیم و از این جهت ما سعی کردیم که چهار مسابقه قبلی خوب داشته باشیم که هرچی بهتر و آماده تر به استقبال رقابت با ژاپن بریم. Svi igrači samo iz Irana, velika skupina mladih igrača, osim Jahije, Bezika i Rajabzade, svi su oni igrači koji su između 20-24 godine. در واقع در اینجا ما فقط بازیکنایی داریم که از لیگ ایران آمدن و به غیر از آقایان یحیی گلمحمدی و ادموند بزیک سایرین بین 22 تا 24 سال سنشون است. اینا رو چکویم دا نکو نیست نمتنه ازمونی کنطورو زا ساستا ممچنی و طبیعتا انتظار دارم که بعضی از اونها بتونن کاندیداتوری خودشون رو برای ورود به تیم ملی تحمیل بکنن. Ja sam apsolutno zadovoljan, imamo sve što trebamo tu, jedan potpuni mir i mogućnost koncentracije na trening i na utakmice. Men kamelan razi hastam, bik aramish kameli dar inja barqarar hastish va sharati ke niyaz darim baraye anjam yek urdi muvaffaqiyatamiz ro baramon faraham kard. بسیار سخت خواهد بود علی خصوص مسابقه آخرمون با پورتسموند و تو چه بیتی سعی نشکل از ناشی گرچه که این در واقع درس بسیار خوبی خواهد بود برای بازگانه ما چون تجربه بسیار رو خواهد نوشیت انگلسکو اتموسفیرو انگلسکی ناچین ایگرانیا ای kako jednu tu atmosferu koja je prisutna na stadionu. Ke jevi ki da futbol engleskom vujud dara his bukunan dar vaqe nahri bazi va shivi bazi englisi ro biamuzan va jevi ki dar farzishkad anjam ke masro az nasik murazi bukunan. Andrew.
این یک اصله که اکثر مربیان از اون استفاده میکنن، اونم تغییر محیط برای بازیکنانی که در آینده از اونها استفاده خواهند کرد، یا برای بازیکنانی که به هر صورت حضورشون در تیم ملی یا باشگاهی بیشتر خواهد بود. مکان انتخاب شده که در انگلیس بود، در لندن بود، مثلا یکی از بهترین جاهاست. و حالا ممکنه که ما مسائل دیگری داشتیم، مشکل دیگری در لندن داشتیم، ولی برگزاری اردو در انگلیس یا اسکاتلند یا ایرلند به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه، به خاطر امکاناتی که اونجا وجود داره، تیم‌های مختلفی که در اونجا وجود دارن. فقط تنها ایرادی که شاید ما بتونیم به برگزاری اردو در به طور کلی در انگلیس داشته باشیم یا کشورهای نظیرمون، داشتن یک سبک مشخصه. شما ببینید، ما در مقابل کوینز پارک رنجرز وقتی بازی کردیم، در مقابل یک تیم بازی کردیم که تیم قدرتی بود، اکثر بازیکنانشون قامت بلندی داشتن، ضربه سر خیلی خوب می‌زدن، بازی مستقیم انجام می‌دادن. این درست 180 درجه با شیوه یا استایل تیم‌هایی که ما در مراحل اول و دوم مقدماتی باش روبرو شدیم کاملا متفاوت بود. ما هیچ وقت فوتبال درگیر نزدیک به اون صورت نداشتیم و من فکر می‌کنم شانس بردیم در پایان بازی که بازیکنان ما صدمه خیلی شدیدی نداشتن، و این به نظر من کمک بزرگی کرد با همه مشکلات که ما داشتیم، نقطه ضعف تیم ملی ما رو در مقابل تیم‌های قدرتی نشون بده. ولی سوال من اینه که آیا اگر ما سابق بازیکنانی بودیم مثل سهراب بختیاری زاده، مثل کریم باقری، مثل محمد نوازی یا محمود فکری، آیا ما در اون بازی در مقابل اون تیم کم می‌آوردیم؟ منظورم از این تعداد بازیکن قدرتی است، یا نه ما از بازیکنان استفاده کردیم که اکثر بازیکنان جوان و تکنیکی بودن. تیموریان اگر شما نکرده باشم، میثم منی، اینا اولین بار بود که پیراهن تیم ملی رو میپوشتم در این بازی حضور داشتن. خب اولا رفتن با ما به انگلیس چه اهدافی رو دنبال میکرد؟ وقتی که ما رفتیم انگلیس، اما خب بازم نتونسته بودیم که خب مهرهای اصلیمونو اونجا در واقع بیاریمشون و ازشون استفاده کنیم. خب برگزاری اردو به نظر من ضرورتی نداشت، و کمان که شما ملاحظه کردین که ما بهران از نظر شخصیت تیم ملیمون اونجا متضرر شدیم. ما با یک باشگاه بسیار به هر حال سطح پایین بازی کردیم و دیدیم که به راحتی شکست خوردیم. به نظر من ضرورتی نداشت که ما اونجا حضور پیدا کنیم. من میخوام یه خودی بیام جلوتر، قبل از انگلستان بگم که در فردای پیروزی ایران بر بحرین، کادر مربیگری تیم ملی در واقع آقای ایوانکوویچ از موضع غالب به مغلوب نگاه کردن و یک جنگی بر اثر به دست آوردن غنایم این پیروزی آغاز شد و نوع ادبیات سرمربی تیم ملی تغییر کرد، تا جایی که پاسخهاش سخرآمیز بود، با تمسخر بود. مثلا به عنوان نمونه در جای اشاره میکردن که من ملاکم برای انتخاب بهترین بازیکن کسی که بتون تو خیابون جردن خوب قدم بزن. بعضی از مسائل از عهده فدراسیون فوتبال خارج میشه. فرض بفرمایید کنسل شدن دو مسابقه ما در انگلستان، یک مسابقه، یک مسئله غیر ورزشی بود، یعنی از مجاری سیاسی و دیپلماتیک اون دو مسابقه لغو شد. یعنی که ما نمیتونیم در حال حاضر
حریفای تدارکاتی بسیار خوبی رو در اختیار بگیریم، باز این از همون مجاری به ایران تحمیل میشه که سعی میکنن ما را ایزوله بکنن و تیم ملی فوتبال کشورمون هم به عقیده من در بین 32 تیم جام جهانی تنها تیمی که تدارکات لازم رو نداشته به دلایل همون مشکلاتی که هست. من الان با صراحت عرض میکنم از قبل از اینکه تیم ملی ایران به انگلستان بره من معتقد بودم این اردو برای تیم ایران نمیتونه مفید باشه، چون تنش‌های زمان خودش رو داشت، فشارهای زمان خودش رو داشت و مشخص بود یک جایی ممکنه در واقع مسابقه قطع بشه، کمان که دیدیم که فشار هولیگان‌ها در بازی با میلوال این بازی رو تعطیل کرد و نگذاشت تیم ملی بازی تدارکاتی رو انجام بده و اونها تازه هدایت شده بودن و فشارهایی که دولت انگلیس به ایران می آورد و در حال فوتبال هر کسی تصور بکنه از مسائل سیاسی جدای اشتباه میکنه، یه مسئله ای که دقیقاً با نوعهای مختلف سرکار داره، اقتصادی سیاسی. ما الان مشکلاتمون با مشکلات سیاسی ممزوجه و اون مشکلات مشکلات فوتبال ما رو مضاعف کرده. صورتی گل زده به بهره ما رو گل جام جهانی آی بنابه این بلدتر بروزن سمن دور دارامون سا من ترشیه ها بودم جاش خیلی خوبه، جا ساکتیه. به نظر اون 14 روز که هستیم اینجا خودمون دارم آماده میکنیم برای بازی ژاپن. به نظر اردو خیلی خوبیه، داریم خودمون آماده میکنیم، خصوص بازی پریروز که بازی کردیم که 3-0 باختیم، بدنسازی بودیم، خیلی مشکل داشتیم. شما اگر ببینید ما یه هفته صبح بعد از ظهر تمرین کردیم، تو بدنسازی بودیم، ما که تو زمینیم بدنمون نمیکشه، خیلی مشکل داشتیم. به نظرم بازی خیلی خوب بود، حالا 3 باختیم مشکلی نیست، فقط بازی خوب ارائه دادیم. توجه به اینکه بیشتر بازیکنان لژیونرها در اختیار ما نیستن و اینا، ولی خب بیشتر بازیکنان هستن که در مسابقات لیگ بودن، بهترین های لیگ بودن. اردوی بسیار خوبه با توجه که خب از لحاظ امکانات مکانی و زمینی ها جای بسیار خوبیه، با توجه به که الان هوای تهران واقعا بسیار گرمه و شرایط بسیار سختیه، ولی اینجا الحمدلله همه چیز خوبه و ایشالله که بتونیم از این اردو استفاده کامل رو ببریم. در لندن که حضور داشته باشه تیم ملی انگلستان، این هتل مکان اسکان اونها هست و در همان زمینی که ما تمرین میکنیم مکان تمرین اونها هست. پیش از ما حدود یک هفته پیش تیم سلتیکا به اینجا آمده بود و بعد از خروج ما از این کمپ تیم ملی هلند قراره که به اینجا بیاد. در
در واقع همین این هدف من بود که بازیکن ما ببینن بهترین تیم‌های ملی جهان در کجا خودشون آماده می‌کنن. یعنی بهترین بازیکن‌های دنیا که سالانه چندین میلیون پوند درآمد دارن که در کجا زندگی میکنن، کار میکنن، که اونم در عادی ترین و معمولی ترین مکان ها هستش. و برای آماده سازی اون حداقل امکانات در داخل اونها قرار داده میشه، یعنی فقط یک راحتی و وسایل راحتی در داخل اتاق ها و یک زمین راحتی برای تمرین. طبیعتاً برای من روشن هستش که گهگداری میتونه برای بازیکنان ما این شرایط تحملش کمی خسته کننده باشه، ولی اونها حرفه‌ای هستن و همین بازیکنانی که به اینجا مراجعه میکنن میدونن که باید برای مسابقه همه ایثارها از خودشون بکنن. چون تنها چیزی رو که تماشاچی و هوادار فوتبال هرگز نخواهد بخشید این است که متوجه بشه که مبادا بازیکن اون 100% توان خودش رو مصرف نکرده به خاطر جلب توجه اونها. و جناب والا میتونید تشریف بیارید توی این حال که داخل هتل است و تمام پرچم‌هایی رو که تیم ملی انگلستان کسب کرده در قبال بازیش در این منطقه کدوم پرچم‌ها بودن؟ I want to see you turn by. Hello. 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 کفش ها خودم نیستن ها مال علوی من پام تاول زده مجبورم کفش ها شما رو بزرگتر بپوشم. آقا این فیلم ها رو از چه شبکه میگیرین؟ شبکه 2 فوتبال ایرانی. فوتبال ایرانی؟ دیروز بارون خیلی شدید بود، سرما شدید خوردم. امروز هم از صبح تو رخت خواب بودیم، از دیشب البته تو رخت خواب بودیم، مادم یه خورده پیاده رو بکنم، یه خورده عرق هم دارد، ولی خیلی بارون دیروز شدید. مشکل خاصی نیست؟ نه مشکل خاصی نیست، انشالله فردا تمرین کنم. پای چپ رو بنده رو راست، بارو کمی جهت هک بابا بنده رو میده جوا آره چی داره بوده رو پلنگ هستی میبینم کلا میذاری سعدی بابا داشتی پس بنا نمی کنی باید بابا شاید یاد اسمار دیگه دیگه آرامش خونی شده یاری تو به عوض کن از چپ پای چپ از پا والا الان میریم یه مقدار توی حوازشون کار بکنیم. کلا اصولا تمرینات امروزمون متمرکز است رو ظرفیت حوازه باز کنه.
چون برای شدت و مقدار کار کم نکرده آقای ایوانکوویچ و ایشون اصرار داره که بازم با همین روند که آغاز کردیم کار رو ادامه بدیم. 20 روز هستش، 20 خورده روز قرار اردوی همانسازم طول بکشه تا لحظه آخرم ایشون رو یه چارچوب فشار خواهد آورد، اونم بالا آوردن ظرفیت حوازی غیر حوازی بچه هست. مرسی، استدعا میکنم. Alo, Edmo, svako polje. Tu je sitno, naravno. Izori, zavali šis. Ne gazi po čunju. Pa to ne znam ako ti. Unutra, tako. Dokad moramo. Tako. Idu. Podružit korak, Tino. Kaj šta je po tome ti žohari korak? Po prstima samo, mekano. Panđe, panđe, nar! Tako, ne volim moramo. Ej, alo, ej. Opet malo labavi, ali... Dobar inđo, što to malo račun? Malo, kreni. Tempo da me čakom me virun. Hemiši imajde organizu beden da omode nigeri bere hemi kara. Hemine ben kodom jedan pukadu vas kona doktor. Čapras, čapras. Vidim Araš. Bravo Araš. Dobar Araš. Preko čunja, preko čunja. Nije baš minuta. Nije da vidjeli. Yeah.